به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند جان و خداوند رای خداوند روزی ده رهنمای ز و نشان و گمان برتر است فروزنده بر شده گوهر است نیابد بس آقا بس به خود نیا دیگه اتفاق افتاده راحت باش خودت معرفی بکن با سلام زکریا زرزری با سلام مازیار مرمری با سلام بردیا بربری سوال ده بپرد آه ببخشید با سوال شیمیدان برجسته فرانسوی که روش پاستوریزه کردن مواد غذایی را به وجود آورد کیست؟ ویکتور هوگو؟ هوگو فرانسوی هست ولی شیمیدان نیست لوازیه <laughs> لوازیه شیمیدان هست ولی فرانسوی نیست آلفرد نوبل خب آلفرد نوبل هم شیمیدان است هم فرانسوی است ولی جواب سوال ما نیست خب معلومه که اطلاعات شما هم در این زمینه بسیار خوبه من راهنمایی میکنم اسم این میکروب شناسه آقا میکروب یا شیمیدانه فرقی نداره این دانشمند در هر دو زمینه تخصص داشت شجوع فرق, نداره. فرق, نداره. فرق نداره. داره میکروبیولوژی خودش یه علم مهم جداییه چه داره میگه پروبیوتیک دکتر فرانسوا ژاکوب دکتر پی جوزف باکتری شناسی پروفسور لوئیس ب دکتر امیل انگو قاد شناسی دکتر سمیخ سویج پروفسور ژاک مون معذرت میخوام اینا همه فرانسوی و میکروب شناسن سی بی. سی, بی. سی خب من معذرت میخوام که سوال رو از اول کامل نپرسیدم دوستان عزیز بفرمایید که شیمیدان و میکروب شناس برجسته فرانسوی که روش پاستوریزه کردن مواد غذایی رو به وجود آورده کیست؟ آخو چرا سکته زدیم دور از جان این همون ساعتی که این بل بل گفتینش راهنمایی میکنم با لوی شروع میشه لویز همیلتون آقا آقا اون که راننده فرمول یکه لویجی بوفون ای بدبختی چرا به هم ریختی چرا اینقدر حولید شما با این اطلاعات خوب این همون سواله من راهنمایی میکنم تمرکز داشته باشید اسم این دانشمند فرانسوی روی یکی از میادین تهرانه در مسیر میدان انقلاب به میدان راه آهن لوی شوش لوی مولوی لوی قار آقا جان توجه بکنین گفتم بین میدان انقلاب به میدان راه آهن است لوی قزوین نگه دار یه ای... خورده او برتر لوی از این ور لوی یک به سمت کرج از این ور لوی آواج به سمت همدان لوی دروازه قار لوی آبیک لوی لوی مولوی شوش فراموش کنید فراموش, فراموش سرموش 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 این دانشمند چه کشف کرده بود تا به اسمش برسیم چه کشف کرده بود آقا چه کشف کرده بود من ده بار این سوال پرسیدم آقا گفتی فراموش کنیم کل حافظه ما فراموش کردیم الان برگشتیم به تنظیمات کارخانه پاستوریزه خب پاستو ریزه از اسم این دانشمند گرفته شده پس میشه لوی لوی ریزه لوی ریزه خدا چرا من آف نمی کنی تنفاد میگردیم به مسابقه اما قبل از اینکه سوال رو مطرح بکنم عزیزان جان من یه عذرخواهی بکنم بابت عصبانیت هام و داد زدن هام. باور بفرمایید دست خودم نیست برها خودت هم اینجا چه خبره دست برغزه هر کسی هم میاد شرکت میکنه دو برگ کاغذ مطالعه نکرده سه بار من سکته قلبی کردم چهار بار از سکته مغزی فرار کردم فقط به خاطر گران حساب کرده خوب بود باز نسبت او خسته نباش سلام علیکم دوستان اصحایی میکنم کجا تشریف داشتی؟ شما تنفس دادیم ما هم رفتیم کارا انجام دادیم ما رفتیم این قضای خوردیم دست به آب زدیم و واجب بود باید میرفتیم نکنم شما فکر بکنی اینجا ترمینال اوتوبوس هست شو. یا من راننده اوتوبوس هم تنفس اینکه به فکر قضای روح باشین به فکر غذای معده هستین اگه به روح اعتقاد داشته باشین البته و اما به کسی که در مزرعه برنج میکارد در صدا چه میگویند؟ ماشاءالله ماشاءالله چه کردی؟ خرمنزیو او وا وا, 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 وا وا خدا <applause> ها نگفتم مگه اینجا سر زمین آقا چرا داد میزنید اینجا استودیو یک مکان فرهنگیه بس میکنم بینندگان عزیز من میگم در اصطلاح به این فرد چه میگن؟ زحمت کش خیر ناناور خانواده عزیز من توجه داشته باشین این فرد اسم مشخص داره اولش هم با شه شروع میشه شیرولی دومش هم با آ شروع میشه شاولی حرف آخرش هم با ر شروع میشه شاولیار خیلی خوب اینا که اسم بردین کیان کسایی که سر زمین با کد یمین و عرق جبین دارن زحمت میکشن باشه باشد. به همین که سر مزرعه برنج با کد یمین و عرق جبین زحمت میکشن به صدا چی میگن؟ ماشاءالله ماشاءالله چه کردی شاولی ها خرمن زیاد خسته نباشی شاولی شما تا حالا اسم شالیکار به گوشتان خورده؟ بله 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 به کی میگن؟ به کسی که برنج میکاره <متصفح> <متصفح> خب مگه من چه پرسیدم؟ شما ذهن ما منحرف کردی باید میگفتی به کسی که در شالیزار برنج میکاره چه میگن؟ نه در مزرعه مزرعه معنی دیگه ای داره درست عرض میکنم استاد؟ کاملا درست استاد لطفا خودتان توجیش بکنید نمیدانی بفرمید بفرمید خاک نظامی که به تایید اوست مزرعه از میکنم اینا حیف ما یاد داشت نکنیم اگه امکان داره یه بار دیگه بفرمایید چه مورد نظامی که به تعیید اوست بله. مزرعه دانش توحید اوست دانش توحید او. بله نظامی گنجوی نظامی این جهان مزرعه آخرت است بله این جهان مزرعه آخرت است بله. هر چه خواهد دلت ای دوست بکار استاد اسد اصار کیه؟ دلست. ابن یمین امثال و حکم صفحه 247 ابن یمین امثال و 247 247 استاد رفت بلش کن اینجا جای آدم بیدانش و خرد مثل آقا نیست بفهم میفهمودین بله فهم ادامه بدی مزرعه دانسوز مزرعه دانسوز. دانسوز اشاره به دنیا و عالم است مزرعه دنیا سوز اشاره به مال دنیاست. پس باید توجه داشته باشیم که مزرعه فقط برای کشت برنج نیست नیست. نیست کاربردهای فراوان دیگه هم داره احسان استاد خیلی استفاده کردیم آجو استاد تنفس بفرمایید تنفس که بحث قبل بود الان دیگه باید بریم خانه ما استاد واقعا تلمس کردیم درود بر شما بفرمایید 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 اصلا نباشه مثلا مکانش موجی دو دو تا چهار تا بلد نمی